میگن اگه تمام ویروس های کرونا رو از گوشه و کنار دنیا جمع کنن و روی هم بذارن وزنش میشه 5 گرم، فقط 5 گرم، اندازه یه تیکه نون یا هم وزن یه سنجاقک. اما همین 5 گرم خیلی چیزها رو تغییر داد تا یادمون بیفته زمین زیر پامون اونقدر هم محکم نیست، تا بفهمیم دنیا با همه بزرگیش چقدر کوچیکه. و به یاد بیاریم زندگی مثل همین ذره ناچیز یه مکس عمیقه. یه مکس طولانی از هر چی که پشت سر گذاشتیم تا فردایی که به شرط همدلی روشنه. سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و خوش‌ذوق برنامه مکس. ما امروز میخواییم بریم سراغ انسانهایی که با وجود مشکلات و دغدغه‌های زندگی خودشون دنبال برطرف کردن غمها و غصه‌ها و مشکلات دیگران هستند و مصداق چوزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، به هر حال سعی میکنن که مشکلات دیگران رو حل کنن با همه زحماتی که داره و با همه حاشیه‌هایی که به وجود میاد. اینها تلاش و کوشش میکنن برای اینکه یک باری رو از رو دوش عده دیگه بردارن. من آرزو میکنم که روزی پیش بیاد که همه ما این دغدغه ها رو داشته باشیم. میریم که با چند تا از این دوستان آشنا بشیم. آقای حاج عباس عربی، خب رایما بوش بزنم چمکه یک کمی زوان لکی صحبت کرد، بینندگانش بشنوند. خب سلام علیکم تا تمام برال لک زبان عزیزل ایران زمین، مخصوصا برال لک زبان من. دمت گرم، موفق بود. خب ما کانال رو عوض کنیم، بیایم صحبت رو شروع کنیم. شما اهل کجا هستین؟ کرمانشاه. کرمانشاه، خود کرمانشاه؟ بله بله، خود کرمانشاه. خانوادتون چند نفری بود؟ چند تا خواهر، چند تا برادر؟ ما به لطف خدا 5 تا برادر و 6 تا خواهریم. چجوری وارد این قضیه رضایت گرفتن و اینا شدیم؟ پدر بزرگم که من از زمان در حدودش ساش سن 10 سالگی بودم، در این مناطق خودمان کاکاوند اتفاقی می شد، چند تا بزرگ مثل حضرت علی دیگران جمع می شده، ایشان منم با خودش می برد. می گفت باید یاد بگیری این کارا انجام بدی، بین مردم باشی، نوکری مردم بکنی تا بشی آدم خوبی بین مردم. چه عالی، چه عالی. پیش خدای خودم عهد کردم، هم عتبات عالیات هم مکه و مدینه، گفتم خدایا تو عزت آبرو سعد بدن سالم به من بده و نوکری مردم، من کارگر خدام و نوکر مردم. تا حدا عهد کردم پیش خدای خودم، گفتم خدای هر زمانی میخوای نوکری مردم ایران زمین از من بگیری، اول جان من بگیر بعد نوکری مردم. وقت بچه هاتون هم تو این امر خیر باهاتون کمک میکنم؟ خیلی خوشحالم برای بچه ها، برادرها، خواهرام خیلی عالی کمک میکنن. اونا از من الان علاقهشان بیشتره. 4 تا برادر دارم با همشیره ها، به خصوص 2 تا پسر و 3 تا دختر، تازه دامادام هم که 3 تا داماد داریم، اونا هم علاقه پیدا کردن به این کار و به این خدمت به مردم. خب بس بریم سراغ اولین قصه ای که از رضایت داریم، یعنی چی شد که رفتین برای حرکت کردین اولین بار؟ اولین بار. خب من اون زمانی که عرض کردم خدمت سن سال کمی داشتم، تو نزه ها منم میوردن و می نشستم گوش میدادم. برای اولین بار که در سال 1382 بود که من با
به لطف خدا دوستا دعوتم کردن امام جمعه و زمان استان شورای اهل اختلاف تأسیس شد. من رفتم شورای اهل اختلاف. بعد رفتیم شورای اهل اختلاف، یکی آمد پیش ما و این کار مگه فرماش کردی از کجا شروع شد؟ یه آقای دوستم بود آمد پیش ما گفت آقا ما پدر همسرم قتلی رخ داده در مناطق دیگری، مناطق کرمانشاه، خیلی هم با منطقه کاکاوند ما حدود شاید بگم 140 کیلومتر فاصله دارن، یه قتلی رخ داده و یکی کشته و پیرمردیه، اونم کشته شده بازم پیرمردی بود همسن سال حدود 65-70 ساله بودن، یه سنگی بر کرده بودن به سر او پیرمرد خدا بود و فوت کرده بود، خلاصه شده بود یه قتل عمدی بود، اینم حکم اعدامش داده بودن. عرض می شه به معذر مبارک، گفت خواب دیدم که شما رفتی رضایت پدرم رو گرفتید، گفتم آخر من سن سالی ندارم، کسی نمی شدم. گفت به خدا خواب دیدم، باید تو بری به خاطر رضای خدا. من هم اون زمان رفتم اون روستا، خودم به تنهایی رفتم. بعد خلاصه از ظرف یک دو بار رفت آمد محبت کردن، 13-14 نفر ورثه داشت متوفا، مقتول یعنی. چه جالب. اون وقت شما وقتی رفتی چه چیزی با اون خانواده گفتی که اونو تنسیب کنید؟ من قرآنی بردم اونجا، خنده داشت. اون زمان همون خواب یه قرآنی با خودم بردم، یه لاندیور داشتم، لاندیور پاژن. رفتم در خانه روستا. این قدیمی ها؟ از این قدیمی ها. یه خیلی خوشگل. دیدم یه آقای بلندقدی وایساده بود، گفتم آقا خانه آقای فلانی کیه اسمشه؟ خب شاید واجب نباشه بیارم. نکو همی پسر بزرگ مقتول بود. گفت آقا شما از طرف دامپزشکی آمدی یا جهاد فلان چه کار داری؟ گفتم نه مأمور دامپزشکی هم نه مال جهادم آمدم این خانه. گفت من پسر بزرگشم، هم آقایی میخوای منم. رفتم خانهشان بحث کردیم و صحبت هایی کردم در مورد سلطاتش. یه دامادی داشتن بزرگ روستا بود، نکو ایشان منو میشناسه، آمدن محبت زیادی کردن و خلاصه بعد از دو سه جلسه رفت آمد ما رضایتش را گرفتیم. خلاصه رضایت گرفتیم، برای روز اول رفتم پیش بابام گفتم با رضایت بگیم صدا سیما ما میان چه کار بکنیم که سنت قدیمی خونسول یا خونبس اجرا بکنیم. اینه به من یاد داد، گفت کارت کفن باید قاتل کفن پوش بکنی، دستش را ببندی، یه سینی یه قرآنی میذاری بالا روش با یه خنجر میبری جلوش، میگی یا گذشتش بگو به یه قرآن یا قصاص بخو. ما اون سنت روش قدیمی که در غرب کشور بود در این مدت چندین سال حدود شاید بیش از 50 سال بود اصلا بیجان شده بود، یعنی کسی نمیدانست خونسول یعنی چه، مراسم خونسول چگونه برگزارش کنند. ما اعدادش کردیم، اون شد بار اول مراسم خونسولی در استان کرمانشاه گرفتیم. بعد که رضایت گرفتیم آمدم، هر زمانی تو خیابان میرفتم صدا سیما هم نشان داد، آقایان جلو هم میگرفت میگون حاجی دست در نکنم، ما دست در میبوزیم، عجب کار خوبی کردی. بعد متوجه شدم اینا 4-5 تا دختر خانه همدیگه را داشتن. دختر بود تو زایشگاه زایمان کرده بود ما را طرف مقابل، بچهش از همون زایشگاه تحویل پدرش داده بودن. اینا برگشتن سر زندگیش. روستا بعد از یه مدتی روستا آباد شد، خانه های ویران شده بودن، اعداد کردن. آدم های زیادی که اصلا فکرم نمی کردن درگیر این ماجرا شده بودن، همه با هم صلح سازش کردن، کار نیکی بود، منم عهد کردم. خب بعد حدود 6 ماه بعدش هم خدا کمکمون کرد که مکه و مدینه رفتیم زیارت کردیم. اونجا هم یه عهد کردم که نوکر کارگر خدا و نوکر مردم ایران زمان باشم. شما چند تا رضایت گرفتی تا الان؟ من تا الان به لطف خدا و کمک مسئولین و بزرگان و نم منم بگم رضایت ها من گرفتم اصلا حرف قشنگی نیست برای من. به لطف خدا تا جایی که بزرگای دیگری کارهای زیادی کردن شاید از منم بیشتر، ولی کسانی که من نوکریشان کردم تا به امروز که خدمت حضرت عالی هستم که 5-6 فقرم در ایام کرونا رضایت گرفتیم اعدامی بودن، حدود 262 فقره 262 دو فقره اعدامی، کسانی که قتل عمد بودن به لطف خدا نجات یافتن. الان خوشحالم میبینم بعضی هاشون تو شهرهای نه فقط تو کرمانشاه، کار ما در کل شهرهای ایران من میرم. مثلا یکی از کارهایی که غیر از سو غرب کشور انجام دادید میشه برای ما بگید؟ بله، در استان
یه قتلی بود در استان خوزستان، شهرستان باغ ملک و ایزه رخ داده بود. 13 سال او جوان چیز بود، زندان بود، تا اینکه به من زنگ زدن چند تا از بزرگان امیدی، گفتن آقا اگر ایشان اعدام بشه قطعا این منطقه خیلی کار خرابی میشه، چون دو تا قبیله خیلی بزرگن، یک قبیله 25 هزار خانوار بودن مقتول، یکی هم خیلی بزرگ. کینه شما بیایید. من رفتم با لطف خدا، خیلی خوشحال شدم که رضایتش گرفتیم، محبت کردن خانواده مقتول، من ازشان تشکر میکنم، از بزرگان اونجا آمدن گذشت کردن، زندانی هم آزاد شد و خیلی لذت بردم از این مردم خوزستان، به خصوص خانواده. یه کار خیلی بزرگی بود. یکم آج عباس راجع به روشتون برای من میگید، مثلا هر کسی یه روشی داره دیگه، این روشه خیلی مهمه به نظر من. حالا شما چه روشی به کار میبرین که اونا راضی میشن که رضایت بدن؟ من این چیزی خدمت حضرت عالی و دوستان عرض بکنم، یه حکمتی خدا در این کار خودم دیدم. بله. هر زمانی که هر رضایتی بگیرم، به محض این که برسم به خانه، اولین کارم اینه دو رکعت نماز شکر خدا را به جا میارم. بله. که جان یک نفر نجات دادن. بله. گاهن همین فرمایش حضرت عالی، من رفتم در خانه، برادرش با قمه کشیده آمده بزنم، فوش دادن، خدا نگهدارشان، تو اون لحظه ها چکار میکنی؟ ها؟ چی؟ من باید حق به جانب یارو بدیه. بله. شخصی برادرش را کشتن، پدرش را گفتن، واقعا زمانی که فوش به من دادم، من گفتم حق داری، 100 تا دیگه فوش هم بدیم منم بزنی حق داری، ولی با این فوش و با اعدامه ای کار تو درست نمیشه. خلاص هم مذاکره کردیم، از بزرگایی که تحقیق کردم که آقای فلانی مثلا با کی میانش خوبه، چه جوان ها چه سن سالشان بزرگتره، از اونا استفاده میکنم میرم، بعد یکی هم میفرستم از جلو، میگم برو خانه شون بگو فلانی بیوگرافی از ما بشان بده که هدف ما چیه. که اگه کتک خود اول اون کتک بخوره؟ نه او کتک نمیخوره، از بستگانه کتک بالا بده، جای کتک خورم داریم به لطف خدا، خدا این نعمت داده. اگر چهار کتک هم کتک هم خوردید حالا؟ کم نه به اون صورتی محکم نبوده زیاد. محکم نبوده. حالا تعریف کنید برای ما اینو چجوریه؟ مال کتک خوردن. آره که چجوری شده؟ آره ما رفتیم یه روستایی رضاعت بگیریم تو غرب کشور، تو غرب کشور، خوب تو استان آذربایجان شرقی، غربی، مشهد، تهران، همه جا رفتم. بله. ولی اون روستا اصلا طایفتن بهشان میگفتن یه طایفه خطری هم، فلانی نری، امکان داره درگیری بشه. خب من رفتم اونجا، نکو من ندانستم یکی از طرفینی که همراه من در خدمتش بودم از اون بزرگا، اونا با یه کمی لجاجت دارن، میگن طرفدار زمان قتل که شده مثلا طرفدار خانواده قاتل بوده. اینم چیزی به من نگفت. درست. من که رفتم با اسلحه پران و با گرز حمله کردن. آه. حمله کردن. خب دیگه من خودم انداختم رو آقا، به او آقا نزنن، دو سه تا گرزم الحمدلله به ما خورد، خوب بود، یه کمی گناه هم زیاد محکم نه. بعد که همون کتکی که به من زدن، بعد آمد اون جوانه معذرت خواهی کرد تو جمع، گفت خدا گواه میگیرم به هیچ وجه تمام دنیا برام از سند میگردن رضایت نمیدادیم، ولی چون که این اشتباه کردم و نیت شما ما میدانیم و خدمت شما میدانیم به مردم چیه، به خاطر این کتک ما رضایت میدیم. واقعا او شد نعمت و خیر و برکتی، رضایت دادن. شده تا حالا شما برید برای رضایت و موفق نشید، یعنی رضایت ندن؟ چند تا اینجوری پیش اومده براتون؟ عرض میشه حضور حضرت عالی، اکثر قتلای زیادی به من مراجعه کردن، بعضی خود به خود میرم میبینم توضیحاتی میدن، خودم هم راضی نیستم به رضایت. یعنی قتلایی هست که ترایی شده و تصاحب اموال و نمیدونم رازن و یعنی ام بوده 100% قصد کشی رو داشته، به این قصد حرکت کردن، حرکت کرده، آدم کشتن، آدم کشه. مثلا یارو رفته گفتن آقای فلانی 10 میلیون تومن پول جیبشه، درست دارم، یا فلان گردن رفته جلوش گرفته با اسلحه زده یارو کشه، واقعا رضایت خوشم نمیاد برای افراد بگیرم. خب اونا رو که اصلا نمیگیرم، اونا اصلا
به نظر ما دیگر عزیزانم وارد ماجراشان نشن کار بهتریه. درسته. ولی بقیه ای که سهمی بوده مراجعه کردم، هر کم از ته دل خدا محبتشان گذاشته تو دل من، رفتم از زندان سوال کردم، آدم مومنی بوده، آدم خوبی بوده و اگرم آزاد بشه دیگه ادامه پیدا نمی کنه این روشش، حتما رضایت آزاد. یعنی تا حالا نشده که اصلا رضایت ندن؟ رضایت هرچی که من رفتم گفتم، هرچی که دانستم که تنبیه شدن و تو زندان و انسانای خوبی هن، اگر به جامعه برگردن مضر نیستن برای جامعه. رضایتشان گرفتیم همه رو. آره انشالله. وقت شده تا حالا مثلا ببینید که یه خانواده ای رضایت نمیده و پیشنهاد مثلا پول کرده باشیم بهشون، بگین آقا مثلا ما دیتون رو میدیم مثلا اینقدر هم خسارت میدیم؟ بله، بعضی هم گاهن هی هست، گاهن خوب بعضی هم میگن آقا ما حالا به خاطر رضای خدا و قرآن خدا و امنیت و آسایش مردم گذشت میکنیم، ولی دیگه میگیریم. بعضی هم میگیرن. بله، ما میگیرن. بریم یه تصاویری به هر حال بینندگان ببینن، برگردیم در خدمت آقای اکبری هم باشیم. اشکال نداره؟ هی میاد میشینه صحبت میکنه و کتاب هم میارم. آقای دست هم میگرد رو کنید در دقیقه ما. آره در خدمت. خوش میگذاریم. آره در خدمت. بس بریم برگردیم. بشیم سه نفر بهتره. خونسرد یکی از آیین‌هایی است که از گذشته‌های دور در مناطق زاگرس نشین به ویژه در میان مردم کرمانشاه رواج داشته است. در این آیین کدورت های گذشته تبدیل به دوستی شده و صلح و سازش میان دو طرف برقرار می شود. برای سلامتی عموم عزیزان، رهبر عزیز انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای صلوات. از زمانی که خودم رو شناختم در بین دوستانم و خویشاوندانم اگر نزاع و درگیری رخ می داد، در پی اون بودم که نقش میانجی رو ایفا کنم و به هر تدبیری که شده اونها رو آشتی بدم. این بخشی از کتاب خاطرات مرد خوشقلبیه که به قول خودش زندگیش رو وقف صلح و سازش کرده. من نوکر مردم هم. من نوکر مردم کرمانشاه، مردم ایران زمین هم. خب امیدوارم تا اینجای کار به هر حال از دیدن برنامه لذت برده باشین. الان در خدمت حاجی بهمن اکبری هستیم از دوستان حاج عباس و شروع میکنیم ادامه صحبت رو. خب حاج بهمن، چند ساله شما با حاج عباس دوست هستین؟ از کجا آشنا شدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. از میشه خدمت شما حدود 20 سال ما با این رفق، چون جلس های برای تو قطر و اینو درگیری و ساینا می آمد یه باشش دوست شدم، علاقت پیدا کردم. من الان حدود 20 سال با اینام در رکابشم، هر جای میره باشم، مگر یه کاری باشه یا پیش یا گرفتاری باشه اونم نتانیم، میگم حاج آقا عذر میخوام، مثلا من امروز نمیتونم. خب حاج بهمن، این کتابی که دستون گرفتین چیه؟ ماجرای اینا به ما بگین. از میشه این کتاب حاج عباس چاپ کرده. بله. برای مال سازش و سهول و قطع اینا همه توشه، تمام برنامه ها از این 20 سال همه توشه. خب به سلامتی. خب آبا هم شما بگو، بعد از اینکه میرین رضایت میگیرین و اینا برمیگردین تو خونه، خانوما بچه ها نمیپرسن چی شد؟ دنبال نمیکنن قضا؟ چرا میپرسن؟ تا ما تعریف برای شما کنیم میگه از خدا شکر. آها. اصلا عذاب وجدانی سید راحتیم، به خدا قسم وقتی کارا انجام میگیره برای ما، مگه میرم خانه سرم میذارم رو متکا یه خواب میکنم میگم خدایا ما کی هستیم که اینا رو ما میگیرن؟ این حاجی عباس اصلا خیلی مردم، اصلا یه کار با ارزشه حاج آقا. بله عادی معلوم خب. من خودمم اصلا پیش برام اومدن، من خودمم تو درگیری یه برادرم کشته شد، بعد خدا شاهد ضعف یک و دو سال سر زاید آدم گذشت کردم.
با دوم بله درگیری طایفه‌ای بود، طایفه‌ای بود، اختلاف پیش آمد، به حال عمدی نبود مثلا، پیش آمد. بعد بله گذشت کردیم، الان بیا بریم پیش هر کس میدانم با خودمون گذشت کردیم، باید به حال بدانم. وقت زمان کرونا چیکار می‌کنید با این به سر رفتن خونه ها؟ میگن به این جای خلاصه حواس هم باشد، میان رعایت بکنین برای این چیزا، یعنی میرین اونجا همینطوری رعایت میکنین، الکل میزنین، ماسک میزنین، رعایت میکنین، بعد فاصله رعایت میکنین. خلاصه زمان کرونا یه کار سخت بود، تا چند روز پیش سخت بود، چون بعضی خانواده ها اصلا میترسیدن، گفتن آقا شما آمدی برادرزاد ما میترسیم یا ما کرونا داشته باشیم یا شما و همراهان کرونا داشته باشن. کار بسیار سختی بود. کار ما هم جوریه که حقیقت میگفتن، یعنی به وسیله ماکس و دستکش و اینا کار درسته میشه، حتما باید بلند بشی دست پدر بزرگ اولیا دم ببوسی یا برادر بزرگی دارن باید بری دستشان هم ببوسی، یعنی بله. کاریه که کار خیلی دشواری بود، ولی ما همش توکل کردیم به خدا. 4-5 مورد که توی زمان کرونا بود حکم اعدامشان صادر شده بود، ما گفتیم هر چی از خدا آمد خوش آمد، مراجعه کردیم با همراه بردن قرآن و همون در روز زمان کرونا رضا ازشون به لطف خدا حاصل شد. کار بسیار بسیار بزرگیه. من آرزوی موفقیت میکنم براتون، آرزو میکنم که در زندگیتون، خودتون، خانواده هاتون هیچ موقع دچار همچین مشکلی نشین و هیچ خانواده ای انشالله به هر حال کارش به اینجا نرسه که شما مجبور بشید برید برای گرفتن رضایت و مسائل دیگه. من همینجا به اتفاق شما برنامه رو تموم میکنیم. ما را دعای خیرتون بی نصیب نذارین. یا علی. من بریدم از همه، رسیدم به تو، به تو پناه عاشقانم. من شکست قایقم، تو ساحل منی، بی تو من پر از بهانه. من رسیدم به تو، رها نکن مرا که تو امید آخر منی. شک ندارد عشق تو، همیشه عاشقم، بدین تمام باور منی. ببین خواهم از همین. جواب می کند سکوت چشمای تو، و باز دنگی نفس و بازم هوای تو. بریدم دل از همه، ببین به تو رسیده ام، به کوچه های خلوت همیشه مبتلا.
غمت همین.